و انشالله که دوستان کم کم به جمعمون اضافه میشن. بچه توی جلسه قبل، آخر جلسه قبل داشتیم در مورد در واقع دوربین نقشه برداری صحبت میکردیم، چه یه توضیح گفتیم در موردش بدیم، بد نباشه که حداقل برای در واقع برداشت چهارم ازش استفاده میکنیم که بتونیم کار حداقل باهاش انجام بدیم تا مرحله تراز دوربین. توضیح دادیم که تراز دوربین، نقشه برداری چجوری تراز بکنیم دوربین رو، اگه توی این تصویر دقت بکنید یه سری از مباحثی که در مورد صحبت کردم رو گفتم بهتون. حالا یه نمونه از دوربین توتال استیشن TS-09 هست. اومدیم توضیح دادیم که در واقع سپایه رو زمین سوار میکنیم، دوربین روش میبندیم. ابتدا ببینید اینجا کروسر مستمن هست، زیر در واقع این لمب قائم افق دوربین، دقیقا روی این صفحه تخت زیرش یه تراز لوبیایی هست که توی مرحله اول شما باید این تراز رو در واقع روی وسطش قرار بدین. روی این قسمت در واقع پایه پایین هم این تراز رو شما میتونید ببینید. حالا بذارید من تصویر بهتری میتونم اینجا پیدا کنم از این ترازه یا خیر. اینجا یه مقدار دور هست تصویر، ولی روی این صفحه زیرش یه تراز قرار گرفته. روی این قسمت پایین هم که در واقع زیر این قسمت با یه پیچی پیچ میشه روی زیر سه پایی هم این تراز رو شما دارید. کاری که توی مرحله اول باید انجام بدیم همین هست که سپایه رو شما روی زمین سوار کنید و دوربین رو روی سپایه پیچ بکنید و شروع کنید به در واقع تراز کردن دوربین روی دو تا از این گوشه ها، یعنی روی دو تا پیچ این ور یا دو تا پیچ اون ور فرق نمی کنه، روی دو تا از سه طرف دوربین شما باید ترازتون رو انجام بدین. که حالا اگه اون در واقع تراز لوبیای شما به سمت بالا بود باید پیچ رو شل کنید دوربین رو به سمت بالا ببرید تا بیاد به سمت پایین، اگه پایین بود به سمت بالا برعکس، تا اون ترازتون روی وسط قرار بگیره. بعد از اینکه دوربین تراز شد، دوربین پاور کنار دوربین هست، نگه می‌دارید دوربین رو روشن می‌کنید و میرین توی تنظیماتش که حالا اینجا ستینگ رو نشون داده اگر دقت بکنید، لول اند ترامپ رو پیدا می‌کنید و یا بعضی دوربین ها اینجا روی این کروسر که من دارم نشون میدم روی در واقع یوزر یک تنظیم شده این موضوع، که اگر فشارش بدید میره تو اون صفحه که یه ترازی رو به شما نمایش میده که توی این صفحه با این دوگمه ها ببینید، با این دوگمه، سه تا دوگمه ای که هست دوربین رو روی هر دوتا نگه میدارید و با این دوگمه خودش به صورت فلش بهتون نشون میده روی صفحه که اینها رو به کدوم سمت بچرخونید. هر دوتا رو به یه جهت فقط باید بچرخونید، خلاف جهت هم نچرخونید و دوتایی کار بکنید، یعنی روی این قسمت نگه دارین. اگر مثلا فلش داده که به این سمت بچرخه دوتا رو با هم به اون سمت میچرخونید و اون پشتی هم همینجور توی هر دیدی که شما میذاریم بهتون میگه که هر قسمت رو به کدوم ور بچرخونید. با چرخوندن این در واقع پیچ ها این تراز خود دوربین هم تراز میشه. بعد از اینکه ترازتون تموم شد روی همین صفحه اول، این صفحه که الان اینجا داریم میبینیم صفحه اول دوربین هست، کیو سروی پروگرامز منیج ترانسفر ستینگ تولز. حالا اکثر دوربین ها به همین شکل هست منوهاش،
که اونجا شما باید برین توی منوی پروگرام. توی منوی پروگرام که میرین یه قسمت داره استیشن ستاپ نوشته، میرین توی قسمت استیشن ستاپ. میخوایم توی مرحله ما در واقع بیاییم و دوربینمون رو توجیه کنیم. روی حالت استیشن ستاپ اونجا که وارد میشین شما، ما با چند حالت مختلفی میتونیم دوربینمون رو توجیه کنیم که بهش بفرمایید که حالا دوربینمون تو چه محدوده مختصاتی قرار گرفته. روش های مختلفی داره، حالا خیلی هاش تخصص های نقشه برداری هست. یکی این که حالا با استفاده از همون بنچمارک هایی که بهتون گفتم که فیکس میکنیم با جی پی ایکس هست، که شما میتونین حداقل با دو تا از این بنچمارک ها توجیه کنین دوربینتون رو، دو تا یا بیشتر، حالا با یه بنچمارک یا آزیموتش، و حالا روش های مختلف داره. ما عموما از دو تا بنچمارک استفاده میکنیم برای توجیه دوربینمون. این دو تا بنچمارک تو محدودمون هست که مختصات هاش رو داریم و از اون استفاده میکنیم برای توجیه دوربینمون. حالا هم شما میتونید این مختصات ها رو در واقع توی دوربینتون ذخیره کرده باشین که در واقع یه جابی توی قسمت منیج برین و یه جاب با این چارت دوگما نیو رو فشار بدین، اسم جدید بذارین و مختصات براش تعریف کنین، جاب تعریف کنین براش، یا اینکه نه به صورت دستی وارد بکنید، فرقی نمیکنه. اینجا تو قسمت استیشن ستاپ که شما میرین که حالا بعضی دوربینا به صورت یا استیشن ستاپ کامل می نویسن یا می نویسن stn.setup یا به این شکل نوشته میشه. توی این منو که میرین اولین چیزی که از شما میپرسه اینه که به چه روشی میخواین دوربینتون رو توجیه کنیم، که ما عموما از روش رسکشن استفاده میکنیم. حالا وقتی وارد اون صفحه میشه اون بالاش تب داره، شما میتونید در واقع با کلیدهای قرمز رنگ عوضش بکنید و اون روشی که میخواین رو انتخاب بکنید. که روشی که معمولا استفاده میکنیم رسکشن است، که با استفاده از دو تا بنچمارک حداقل و یا بیشتر میتونید شما دوربینتون رو توجیه کنید. اون منو رو که شما انتخاب میکنید توی صفحه بعدی در واقع از شما میخواد که جابی که توش ایسکوهاتون رو تعریف کردین رو در واقع انتخاب بکنید، باید اون جابتون رو سلکت جاب بکنید. اگر اون جاب رو توی دوربین تعریف کردین تو اون صفحه، یه صفحه نشون میده که شما میتونید جاب اینجا نوشته قسمت بالاش، حالا تو این صفحه که میبینید یه جابز نوشته و این پایین شما میتونید با همون کلید جاب رو تغییر بدین تا اون جابی که مد نظرتون هست رو انتخاب کنید. اگر دارینش اون جاب رو انتخاب میکنید و این نوار پایین F4 یا کانتینیو میزنید و میرین مرحله بعدی. توی مرحله بعدی اولش که از شما میپرسه یه صفحه هست، حالا یه جایی صفحه قبلش هست که در واقع کاری بهش نداریم، مهم نیست. صفحه بعدی یه PTID مینویسه که جلوش چند تا نقطه است. برای نوشتار شما از این کیبورد استفاده میکنین دیگه بچه، حالا این می نویسین کیبورد رو تمام که شد این اوکی رو میزنید و بعد F4 یا کانتینیو رو میزنید. حالا کار کردن با این کیبوردش خیلی سخت نیست، کار بکنید متوجه میشین به چه شکل. اون PTID که میاد شما باید اسم بنچمارکتون رو بزنید، حالا یا بنچمارکی که تعریف کردین توی جابتون براش تعریف کردین توی دوربین، به همون اسم رو اینجا بنویسین، توی اونجا میچرخه سرچ میکنه و براتون نمایشش میده و شما باید دوباره اون کانتینیو رو بزنین تا اون نقطه رو به عنوان نقطه اول براتون انتخاب بکنه. اگرم نه که به صورت دستی مختصات همونجا وارد میکنید، یه اسم براش میزنین، حالا سرچ میکنه پیدا نمیکنه، از اون منوی پایین استفاده میکنید و به صورت منیوال مختصات XYZ تون رو به عنوان نقطه اول تعریف میکنید. تعریف کردین، کانتینیو رو که زدین، یک نفر باید حالا با اون شاخص یا جالونی که هست بره اون شاخص رو روی بنچمارکتون نگه داره به صورت تراز. این شاخصی که دارم میگن یه حالت، حالا بذارید من اینجا هم نمونهش رو میتونم براتون
پیدا کنم. اما ببینید یه همچین شکلی داره که این در واقع منشور بهش میگن، این منشورشه و این در واقع پایه منشور هست که این منشور روی سر این پایه سوار میشه و خب قابلیت چرخش داره و همین بالا سرش در واقع میچرخه و هم به صورت چرخشی، هم حول این محور میچرخه، هم حول محور افق میچرخه، هم حول محور قائم. که انژالون در حالت عادی 1.30 متر هست ارتفاعش. شما اون قسمتی که دوربینتون رو مختصات رو بهش میدین میره توی یه صفحه ای که تو اون صفحه باید نشانه روی بکنید، یعنی برداشت بکنید، بخونید نقطه اون ایستگاهتون رو، که توی اون مرحله یه صفحه برای شما باز میشه که این سمت چپ مانیتور دوربین که اینجا هم میبینید، اینجا روی این LCD شما سمت چپش یه سری چیزها رو نوشته و این ورم حالا که ما یه قسمتی داریم اونجا به اسم HR. اگر دقت کنین HR رو شما باید ارتفاعش برابر با ارتفاع ژالونتون قرار بدین که بر حسب متره. اگر روی یک کسیه باید 1.30 با کیبوردتون بنویسید. اگر با استفاده از اون اهرم کنارش ارتفاع رو تغییر دادیم به صورت مندرج روی اون میله نوشته که ارتفاع چقدر است، باید اون ارتفاع رو بنویسید. این خیلی مهمه، برای زد خیلی اهمیت داره. و خدمتتون عرض کنم که کنار این پایه ژالون شما اینجا نگاه کنید یه تراز هم اینجا داره. اگر دقت بکنید اون شخصی که داره این رو سر تیزی این پایه ژالون رو روی بنچمارک معمولا یه سر میلگرد هست نگه میداره، باید ژالون رو دقیق تراز نگه داره، یعنی اون تراز باید وسط قرار بگیره و سر منشور هم به سمت دوربین شما باید باشه. چون خب دقت توجیه خیلی مهم هست. شما توی دوربین نگاه میکنید، در واقع توی اون چشمه این سمت هم پشت سرشه، چشمه کوچیک هست، دیو نگاه میکنید، توی وسط دوربین یه شبکه به این شکل هست، یعنی وقتی نگاه بکنید یه دایره میبینید که وسطش یه ضربدر هست. این وسط در واقع عدسی دوربین رو شما باید بندازید در واقع توی وسط. ببینید این اگر منشور ما باشه، ببینید وسطش خطوط متقاطعه است، وسط اون شبکه دوربین رو باید بندازید این وسط دقیقاً. حالا باید تنظیم بکنید این دوربینی که دارید میبینید، هم بالا پایینش خودش با دست میچرخه، هم به این سمت، این هم حول محور افق هم قائم با دست میچرخه. یه مگسک هم داره. شما قبل از که داخل دوربین نگاه کنید، چون خیلی زومه ممکنه اون در واقع منشورتون رو پیدا نکنید، از این مگسکه، این مگسکه که نگاه بکنی هم بالا اینجا داره همین پایین داره، یه خط زرد سفید توی این مگسک هست. محل تقاطع این مگسکتون رو تقریبا میندازین، زن سرتون رو اول نگاه نمیکنه، از این بالا چشمتون پشت این مگسک میندازین، دوربین رو دو سمتش رو میچرخونین تا بیفته تقریبا روی منشور. وقتی افتاد بعد داخل دوربین نگاه میکنید، دو تا پیچ کوچیک اینجا هست، اینا بابت برای جابجایی کوچیک اون نشانه رو داخل دوربین هست. با اینها کار میکنید تا اون در واقع این وسط داخل دوربینتون بیفته رو وسط منشور. وقتی که افتاد یه دکمه داریم این پایین بهتون نمایش میده که بالا سر هر کدوم از این اف هاست. معمولا اف یک اولی بالاش میجر هست، گیتی دوربین اینجوری نوشته شده MEAS. این میجر رو فشار میدین، کم زمانی بره بوغی میزنه، برداشت میکنه، میره یه صفحه براتون باز میشه که 4 تا گزینه داره و شما باید F1 رو بزنین که نوشته میجر مور پوینتس، یه هم چیزی نوشته.
دو تا سه تا گزینه داره، شما باید گزینه اول رو بزنید که F1 هست. یعنی چی؟ یعنی نقطه بعدی رو من میخوام. شما حداقل دو تا نقطه نیاز دارین برای توجیه دوربین. ما اولی رو زدیم، برداشت شد، اومد تو این صفحه ازتون میپرسه که خب الان میخواین چیکار کنین. شما میگین که من میخوام پوینت های بیشتری رو برداشت کنم. F1 رو میزنین، برمیگره دوباره تو همون صفحه‌ای که گفتم PTID بود. دوباره میره تو صفحه PTID، جلوش چند تا نقطه است. این دفعه اسم ایسکای دومتون رو میزنین و دقیقا همین مراحل رو دوباره تکرار میکنید، برداشتش میکنید. این دفعه که زدین، نقطه بومی که زدین، دوباره همین منو میاد ولی بالاش برای شما خطاهاتون رو نوشته که خطای هیت رو مینویسه، خطای ارتفاعی مینویسه و خطای ایکس و وای رو و خطای گراد رو. سه تا خطا براتون میذاره اینجا. حالا اولی دومی برای مهمه که بستگی داره به نوع کاری که دارین انجام میدین. حالا توی نقش برداری ما بر اساس متر این خطا رو نشون میده. تقریبا یک دهمش خوب هست، یعنی 10 سانت بد نیست برای کار شما. اگر این خطای زیاد شد، حالا یا اون جالونگیرتون تراز نگرفته یا شما خوب نشانه روی نکردین یا حالا دوربینتون کالیبره نیست، دلایل مختلف میتونه داشته باشه. حالا 10 تا 15 سانت برای کار ما کافیه. یه موضوع دیگه این که اینه که دارین نشانه روی میکنین، داخلش رو نگاه میکنید، اون خود عدسیش میپیچه که وضوح تصویر شما رو بهتر میکنه. هر دو تا قسمت داره که چرخش داره، عدسی بزرگتون وضوح میکنه و اون یکی این در واقع خط سیاه وسط دوربینتون وضوحش رو بیشتر میکنه که بهتره بتونید ببینید. حالا با این دوتا هم میتونید کار بکنید که وضوح تو صفحتون بهتر بشه، بتونید ببینید دوربینتون اون نشانه روی دوربینتون رو به کجا برید. اگر اوکی بود خطاتون، اون پایین دوربین مرحله بعدی F4 رو میزنید که مینوشته کامپیوت، مینویسه کامپیوت بالای F4. F4 رو میزنید، بعد یه سری محاسبات براتون نمایش میده که دوباره باید F4 بنویسید که مینویسه نوشته set. حالا اگر F4ش فرق میکنه، از این در واقع حروفا استفاده کنید که من دارم بهتون میگم. کامپیوت میزنید، بعد set رو میزنید، میچرخون دوربین توجیه میشه. اگر همه چی اوکی باشه، برمیگرده تو همین صفحه اول که ما قبلش وارد پروگرام شدیم. این بار که برگشت تو این صفحه، شما دوباره وارد منوی پروگرام میشین و سوروی یا برداشت رو انتخاب میکنین. منوی سوروی رو میزنین، منوی سوروی که میزنین میره جاب از شما میخواد. اینجا یه جاب جدید میسازید، اون پایین نیو رو میزنین، یا اسم بهش میدین یا تاریخ روز یا نوع برداشتی که دارید، کانتینیو میکنید و میره تو صفحه برداشت دیگه. اونجا میتونید شروع برداشت کردن بکنید با اون کسی که جالون رو نگه داشته، روی چالا نگه داره و شما هی روی بخونید میجر بزنید، بزنید وسط جالون میجر بزنید. حالا اونجا دیگه مثل توجیه خیلی دقت بالا نمیخواد، یعنی نمیخواد خیلی تراز بگیری یا شما خیلی وسط بندازین، اون خیلی مهم نیست که وقتتون رو نگیره. کنار دکمه میجر یا دکمه دیگه است به اسم دیست. شما میجر رو که بزنید، هر دکمه ای رو که بخواید برداشت کنید، وقتی میجر رو بزنین اون نقطه توی جاب ذخیره میشه، ولی دیست رو که بزنین ذخیره نمیشه، فقط براتون نمایش میده و برداشت میکنه. تو اون صفحه سوروی که شما دارید برداشت میکنید، اگر این از این قرمز رنگ استفاده کنید، برید پایین اون صفحه که دارید برداشت میکنید، از هر نقطه برداشتی شما ایکس وای زد هم براتون نمایش میده. این میشه با این رفت شما میتونین چالهاتون رو با استفاده از دوربین برداشت بکنید. حالا من یه مختصری ازش گفتم، خیلی چیزهای دیگه و ریزه کاری دیگه اینجاها ما داریم که حالا من نمیخوام خیلی، چون حالا تجهیزاتش نیست اینجا، نمیخوام خیلی بازش کنم واردش بشم. فقط یه کلیتی گفتم که اگر خواستین انجام بدین، حالا با استفاده از این صحبت که کردیم، حالا کلیپ ضبط شده شم باشه، گوش بدین و بتونین استفاده کنین از دوربین. و اگه مشکلی هم باز داشتین، توی گروه من هستم خدمتتون. ما با برداشت این فایل برداشت رو ببینیم، دوربین رو تخلیه میکنیم، از فایل اکسلش استفاده میکنیم، حالا هم برای
پلاتی میخواین تهیه بکنین یا میخواین در واقع چالاتون رو مقایسه کنین با چیزی که بهش دادین برای حفاری. اگر میخواین عمق چالم توی برداشتتون بزنین، توی صفحه برداشتتون یه قسمتی هست نوشته کد. جلوی این کد شما با هر بار برداشت میتونید عمق چاله بنویسین و بعدش میجر بزنین. اون موقع توی فایل خروجی که میزنین کنار هر نقطه ایکس وای زدی که برداشت کنید، اون کدی هم که جلوش نوشتین براتون نمایش میده. خب بعد از این مراحل